معمول در آخر برنامه. یک روز پس از حمله سایبری و هک سامانه کارت سوخت در ایران که منجر به از کار افتادن پمپ بنزین ها در سراسر کشور شد، صدای آمریکا ایمیلی دریافت کرد که بر اساس آن گروهی تحت عنوان گنجشک درنده علاوه بر پذیرش مسئولیت این حمله سایبری، مسئولیت حملات سایبری پیشین به راه آهن و وزارت راه و شهرسازی را هم به عهده گرفته است. تیر ماه امسال می‌دانید که حرکت قطارهای سراسری از مشهد به ویژه مختل شد به دلیل هک سامانه کامپیوتری. این حمله احتمالاً توسط یک کشور خارجی انجام شده. الان زود هست که ما اعلام بکنیم که کدام کشور یا به چه صورت بوده. متاسفانه اخیراً ما در سیستم راهنمون هم شاهد یه همچین اختلال گسترده‌ای بودیم که توانستیم با توان سایبری که در کشور وجود داره رفع عیب بکنیم در ظرف ساعت کمی. سه سال پیش هم یک گروه هکر به اسم تپندگان سامانه کامپیوتری فرودگاه های مشهد و تبریز رو هک کرد. این بار هفته پیش 11 ساعت قبل از اینکه 4300 جایگاه پمپ بنزین به روایتی 4600 جایگاه پمپ بنزین در ایران، یعنی همه جایگاه ها، روز سه‌شنبه از کار بیفته، 11 ساعت قبلش گروه سایبری گنجشک درنده اسمشو گذاشته این، پیامی رو در فضای مجازی پخش کرد که براتون میخونم. نوشت به دلیل اختلالات پیشرو در دسترسی به بنزین در سطح کشور، در اسرع وقت به نزدیکترین پمپ بنزین برای سوختگیری خودروهای اضطراری خود رجوع فرمایید. این پیام ساعت 12:02 بعد از نیمه شب دوشنبه فرستاده شد، بامداد سه‌شنبه. 11 ساعت بعد در ساعت 11 روز سه‌شنبه همه جایگاه سوخت کشور، همه پمپ بنزین ها از کار افتاد و چند بیلبورد، صفحه های نمایشگر خیابونی در اصفهان و کرج هم هک شد با نوشته هایی که میبینین دیگه: خامنه ای بنزین ماکو که یادآور رأی ماکوست، و بنزین مجانی در پمپ بنزین جماران که یادآور حرفای خمینی است که آب و برق را مجانی میکنیم و اتوبوس را مجانی، از این حرف. باری در اطلاعیه این گروه که سه‌شنبه ساعت 3:29 بعد از ظهر منتشر شد آمده است: امروز سیستم کامپیوتری برای استفاده از کارت‌های سوخت هوشمند شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در جایگاه‌های سوخت را مورد حمله سایبری خود قرار دادیم. این حمله پس از حملات سایبری وسیع ما، گروه گنجشک درنده، علیه شرکت راهن و وزارت راه و شهرسازی انجام می‌گیرد و این بار نیز اقدام ما در حین صدمه‌ای محدود به خدمات اضطراری کشور، واکنش به اقدامات سایبری رژیم تروریست تهران علیه مردم منطقه و جهان است. که البته به نظر نمیاد که اینا از نظر ضربه‌ای که به اهداف جمهوری اسلامی در یکی دو سال گذشته به ویژه زده شده مهمتر باشد از هک کامپیوترهای مرکز غنی‌سازی هسته‌ای نطنز، سامانه موشکی و برای مثال ترمینال بندر شهید رجایی که پارسال انجام شد. ولی فارغ از این مقایسه ها و فارغ از فضای اجتماعی که در حمله های سایبری که به زندگی ملموس مردم، زندگی روزمره مردم مربوط می شود، مثل همین از کار انداختن پمپ بنزین ها، فارغ از اینا، اثری که این در واقع هک کردن سامانه های کامپیوتری میذاره، سوال اول اینه که آیا امکان حمله های سایبری چنین از داخل کشور، در داخل کشور، آیا امکان داره که گروه هکری یا گروه های هکری در داخل کشور باشند و این حمله های سایبری رو علیه به هر حال منافع و مراکز جمهوری اسلامی انجام بدهند؟ در خدمت آقای محمد جرجندی هستیم، کارشناس جرائم سایبری. آقای جرجندی،
خوش آمدید. ما بالاخره شما رو کشوندیم به برنامه صفحه آخر. بسیار خوشحالم که در خدمتتون هستم. من سوال اول کردم، بفرمایید. خواهش میکنم. سلام، من کوتاه پاسخ بدم که خیر، این حملات یه حملات کاملا حساب شده است، هم انظر زمینی، هم انظر هم از نظر تکنیکال. اون آدم بلوین که اینا کار تنهایی هم نمیشد، این هکر به تنهایی، منظورم اینه که این دیتاهای دیگه دارن، اینا همه نشون دهنده اینه که داریم هم که این حملات یه لول از لول گروه هکرهای معمولی جلوتره. بلیم این که خب توی حملاتی که یه کارمند ناراضی یا یه آدم ناراضی انجام میده، معمولا اقدام به فروش اطلاعات میکنه با هدف حالا اینکه ضربه اون سیستم بزنه، پخش میکنه اطلاعات رو. یه همچین چیزایی داشتیم قبلا، ولی این مدلی که شما الان دارید میبینید کاملا حساب شده و برنامه‌ریزی شده بوده، حتما کار یه دولته. حالا اسرائیل مشخصا، هیچ وقت اسرائیل دقیقا نگفته که من این کار کردم، ولی خب با توجه به اتفاقات که توی 3 سال گذشته افتاده به نظر میاد که این حمله هم کار اسرائیل. ولی از لحاظ فنی به هر حال امکان نداره که گروه هکری غیر دولتی چه در ایران چه در جای دیگه بتونه این کارو بکنه. حتما باید امکانات دولتی داشته باشه، اینطوری میگین؟ دقیقاً. ببینید هزینه این حملات فوق العاده بالاست. ببینید هم از نظر نیرو، هم از نظر اینکه شما بخوای یه تجهیزاتی رو آماده کنی که باهاش به این سیستم‌ها نفوذ کنی، اینا هزینه‌های فوق العاده بالایی داره و دانش بالایی هم می‌خواد. که حالا اونایی که ناراضی ان از ایران میرن توی شرکتی مشغول به کار میشن، اونایی هم که داخل هستن که خب معمولاً سرگرم کارن. یه همچین گروهی هیچ وقت تشکیل نشد، من ندیدم تا به امروز که یه همچین توانی داشته باشن به یه همچین وقتی رو بذارن. این کاری که شما دارید میبینید کاملا حساب شده است. اونایی که ناراضیان منظورتون اونایی است که، یعنی هکرهایی که دانش در واقع هک کردن سیستم های موجود رو دارن در هر سطحی، عرض میکنم که در ایران هم میگین اونایی که ناراضیان منظور از میان هکرها که یا ایران رو ترک میکنن یا اینکه دارن کار میکنن تو ایران. این کار کردنشون منظورتون اینه که در دستگاه حکومتی به هر حال دارن کار میکنن یا حالا بخش خصوصی، ولی کار هکر انجام نمیدن، هک انجام نمیدن، درست میگم؟ بله. ببینید هک یه سنی داره، مثل دوندگیه، یه سنی داره. تو اون سن اگر شما جذب تیم‌هایی میشید که اینا کار هکینگ رو به صورت حرفه‌ای انجام میدن، حالا با هدف با اهداف مختلف، یا اینکه شما میری به سمت امنیت، امنیت شبکه و اون دانشی که کسب کردی رو میبری به سمت تامین امنیت. حالا توی ایران که خب یا جذب سیستم میشی یا اینکه اگه بری به سمت امنیت و اصلا تصمیم بگیری که ایران ترک کنی، بیرون ایران اینقدر کار برای امنیت هست که شما دیگه وقت نمی کنی اصلا فکر کنی به یه همچین کارهایی. و عرض کردم خدمتتون این کارا کار تیمیه، اینکه چند تا آدم کنار هم بشینن و برنامه‌ریزی کنن، من ندیدم حقیقتا. تو دوستای خودم هم هر کدوم که این کار رو میکردن و از ایران اومدن یا داخل ایران هستن، اینا هیچ کدوم تیم نمیشن، هیچ وقت تبدیل به تیم نمیشن. آقای جورجاندی عزیز، آیا جمهوری اسلامی با امکاناتی که داره و شما کم و بیش ازش آگاه هستین و به روز ازش آگاه هستین، عرض میکنم، آیا واقعا نمیتونه جلوی هک کردن این سیستم هاشو بگیره؟ تا به حال حالا چه سیستم موشکیش، چه در عرض کردم من تو مقدمه غنی‌سازی نطنز، چه پروازها، فرودگاه‌ها، چه راهن اینها، و الان هم ماجرای پمپ بنزین، نمیتونه به هیچ وجه آگاه بشه حتی از اینکه داره این سیستم هک میشه یا بتونه موانعی ایجاد بکنه؟ ببینید جواب به سوال شما خیلی سخته، به خاطر اینکه خب هستن دوستانی که داخل ایران دارن تلاش میکنن که جلوی حملات رو بگیرن و هیچ نقشی هم تو سیاست ندارن، کارشون هم صرفا تامین امنیت. ولی خب مثل بقیه جا، مثل خیلی دیگه از جای کشور، اینجا هم فساد هست، هم رانت هست، هم یه مافیایی هست توی این شرکت ها که خیلی از پروژه ها رو یه شرکت های خاص میدن. در نتیجه یه پروژه که خوبه برای تامین امنیت در نهایت تأثیر خیلی زیادی نداره. الان مسئولیت این تامین امنیت طبق مصوبات خودشون با افتاست. خب افتا شما سایتش رو الان ببینید، هیچ وقت مسئولیت هیچی رو نپذیرفته، هیچ وقت یه گزارش شفاف نداده که من الان دارم چیکار میکنم. اگر من حتی اون بندر رجایی که شما جدید رجایی رو که شما مثال زدید، دیتاش این که حالا اصلا یا شاله که حالت شواف بود برای مردم این اتفاقی که الان برای بنزین افتاده،
و یعنی اونجا که دیتای فوق محرمانه کشور منتشر شد، خب کو گزارش شما نشون بدن که اینا اومدن پذیرفتن و گفتن مثلا این بدافزارها استفاده شده. ببین در تمام دنیا موقعی که یه حمله رخ میده اینها میان این اسناد رو منتشر میکنن که حالا متخصصین مختلف بیان نظر بدن و بعدم راهکار بدن، ولی تو کشور ما همیشه تلاش برای اینه که آقا هیچ اتفاقی نیفتاده، همه چیز سالمه. این که بتوانن جلوش رو بگیرن 100%، نه، هیچ کشوری نمیتونه. همین امریکا قربانی بزرگ حملات که حالا هدفش جاسوسی اطلاعات، هدفش کرایم و و و و که شما میبینی که در نهایت حتی همین امریکا هم که این هم متخصص داره میگه آقا اگه من تشخیص بدم یه دولت به من حمله میکنه، من این حق رو که با سلاح نظامی بیام باهات برخورد کنم رو بر خودم محفوظ میدونم. یعنی اینها هم به یه سلوشن 100% نرسیدن، ولی خب در کشور ما الان این وضعیت وجود داره. یعنی ترکیب این دوتاست، اونا قطعا نمیتونن 100% محکمش کنن، ولی میتونن شرایط رو بهتر کنن، هزینه ها رو بالا ببرن، که متاسفانه خب به نظر میاد که خیلی موفق نبودن تو این کار. این نکته ای که آقای جورجندی فرمودن در پیوند با این که آمریکا گفته است که اگر از طرف دولت آمریکا مورد حمله سایبری قرار بگیره، ما پاسخ نظامی خواهد بود. 10 سال پیش خبرگزاری رویترز گزارش رو منتشر کرد، بخشی از گزارش رو منتشر کرد که در پیوند با همین موضوع بود، تصمیم دولت آمریکا در این زمینه، و بحثی رو البته به دنبال داشت، از جمله اینکه ممکنه بچه باشن اینایی که هک کردن، که ربطی البته به موضوع هک کردن، در واقع حمله سایبری یک دولت به زیر ساخت‌های دولت دیگری یا کشور دیگری نداشته و نداره. این بحث باری فکر می‌کنم آقای جورجندی تنها دولتی که صریحاً تصمیم گرفته است که اگر حمله سایبری به زیر ساختاش بشه با حمله نظامی پاسخ خواهد داد آمریکاست، درست عرض می‌کنم؟ بله امریکا، ولی این بحث حقوقی خیلی سنگین داره، همطور که شما اشاره کردید. مثلا اینکه تشخیص بده، چون الان توی بحث حملات اینا میان کشورها حمله میکنن بعد خودشونو پنهان میکنن، یعنی میان مثلا چین میاد یه حمله رو امریکا میکنه بعد میاد یه دیتاهایی رو میذاره که مثلا کار روسیه است، از این کارا. یا اینکه مثلا اینکه تشخیص اینکه این یه کرایمه و این یه گروه مثلا با هدف پولن یا اینکه یه دولته، اینا خیلی سخته. ولی تنها کشوری که تا به امروز از اسلحه در برابر سایبر استفاده کرده اسرائیل بوده، که تو نوار غزه یه طبقه از یه ساختمون رو کامل با موشک زده، به این دلیل که اینا به ما دارن سیستم های ما رو هک میکنن. این تنها باریه که در تاریخ استفاده شده یه همچین چیزی. یعنی کشف کرده که در این طبقه الان این گروه هکرها جمع هستن و دارن زیر ساختای در واقع حالا نظامی، امنیتی، اطلاعاتی، هر چیزی در اسرائیل رو دارن هک میکنن و بعد از کشف اون اونجا رو بله با مشکل. خیلی هم این هم دوباره خیلی جنجال به پا کرد، به خاطر اینکه شما بالاخره دسترسی رو میتونی با یه فایروال مثلا ببندی، اینکه حالا با موشک بری پاسخ بدی، این به نظر من استفاده خیلی شدید از قدرت بوده. حالا خیلی ها نظر شما نظر من یکیه، بعضی ها میگن که نه، ولی خب این بحثای حقوقی داره. ببینید شاید آخرین سوالم باشه که این صحبتی که داریم میکنین که این امکانات حتما باید دولتی باشه برای چنین حمله های سایبری، یعنی به طور مشخص یک جنگ سایبری هست بین جمهوری اسلامی ایران و احیانا اینجا الان صحبت اسرائیل رو برای مثال میکنید که هیچ وقت البته اسرائیل به عهده نگرفت همینطور که گفتین این حمله های سایبریو، ولی قاعدتاً که چه عرض کنم، یعنی آن نتیجه ای رو که در 2-3 سال اخیر میتوان گرفت از مجموعه اخبار و گزارش هایی رو که هست، بیشتر انگشت اشاره به سمت همین دو دولت میره. جمهوری اسلامی ایران میاد فرض بفرمایید سیستم آبرسانی در فلان شهر اسرائیل رو هک میکنه و دچار اختلال میکنه اون کشور رو، و اسرائیل هم میاد فرض کنید با مخالفت هایی که با سیستم هسته‌ای جمهوری اسلامی داره، هسته‌ای نظامی جمهوری اسلامی داره، میاد مثلا این سیستم رو هک میکنه و غیره و غیره. خب
نتیجه میخوام اینجوری بگیرم که فرض بفرماییم که این دو کشور در حال جنگ سایبری با هم دیگه هستن، این جنگ سایبری رو چجوری باید به پایان رسوند وقتی که جنگ فیزیکی به اصطلاح جنگ نظامی فیزیکی اگه بتونیم بگیم نیست و جنگ سایبری هست؟ این جنگ سایبری یا باید صلح بشه، خلاصه مطلب دو طرف بپذیرن که خیلی خوب کاری به سیستمایتون ندارم، و یا اینکه این جنگ بالاخره یک طرف باید پیروز بشه. چگونه میبینین اینو؟ میبینین میدونین این سوال برای اصلا آینده نگاه ما به جنگ های سایبری هم مهمه. جان فراتی، این فکر میکنم به طولانی ترین جنگ سایبری بین دوتا کشور بوده، یعنی حداقل 3-4 ساله که ادامه داره و حالا یه وقتی شدیدتر شده یه وقتی کمتر شده. یعنی بین ایران و اسرائیل میگین، بین جمهوری اسلامی میگین، بین دو کشور بوده جنگ سایبری، ولی این طولانی ترین جنگ بین دو کشور بوده است در این سالهایی که جنگ سایبری شده؟ بله، این طولانی ترینشه و به نظر من فرسایشی ترینشه که حالا به یه مراحل به نظر من خیلی خطرناکی هم رسیده. ببینید الان یه مثال براتون بزنم، همین دو هفته پیش آیفون 13 رو تو 15 ثانیه هک کردن. آیا به این مفهومی که آیفون ناامنه؟ خیر، یه همچین ابزارهایی هزینه‌های خیلی سنگین داره و دست دولت هاست، حالا یا دست مجرمین خیلی قدرتمنده یا دست دولت هاست، که من دارم در مورد دولت ها صحبت میکنم. پس دولت ها این توانایی رو دارن که امنیت 100% شما رو هم بشکنن. چرا امریکا میگه من از زور استفاده میکنم؟ به خاطر اینکه اینو میدونه، میدونه که من هر چقدر بهترین تجهیزات امنیتی رو بذارم، تمام چیزام رو رعایت کنم، باز هم یه هکر، یه تیم هکر میتونه برای من دردسر درست کنه. این دردسر چیست؟ همون دردسریه که مثلا حالا ایران زیرساخت اسرائیل هک کرده، یه دونه تصفیه خونش رو مثلا نیتراتش رو تغییر داده، میتونست یه شهر رو مسموم کنه. از اونور شما میبینید که اسرائیل داره دردسر درست میکنه، شما الان بنزین نداری، اگه یه دونه آمبولانس بنزین نداشت یه انسان ممکنه بمیره. اینا جون انسان هست. ببینید تبعات حملات سایبری مثل حملات موشکی مشخص نیست. شما یه حمله موشکی میکنی میدونی چند نفر تلفات خواهد داشت، که برآوردی داری، ولی تو حمله سایبری این برآورد نداری. یه صد و شما اگر آلوده کنی نمیدونی چند نفر آلوده میشن و میمیرن. این جنگی که شما دارید میبینید یه جنگیه که در دنیا خب نبوده، ما نمیدونیم عواقب دقیقش رو نمیدونیم، ولی واقعیتش اینه که تمومی نداره. ایران یک کشور پهناوره، کلی زیرساخت داره، زیرساخت پهناوری داره به وسعت این کشور. از اسرائیل قطعا به این دلیل که پهناوره پس آسیب پذیرتره، پس اسرائیل خیلی کار بیشتری میتونه رو ایران بکنه، کما اینکه خب ایران هم بیکار نمیشینه، اونم برای اونا دردسر درست میکنه. یه بازی دو طرفه است. من میگم شما اگه دیدی اینور یه اتفاقی افتاد خوشحال نشو، چون اونورم این اتفاق خواهد افتاد. شما با گنجشک درنده میای، اون با عصای موسی میاد، ولی آیا ما باید بشینیم خوشحال باشیم؟ من حقیقتا از دیدن جنگ لذت نمیبرم و فکر میکنم که پاسخش در میز مذاکره است. حالا این مذاکره کجاست، چه جوریه، این در سواد من نیست، ولی جنگ رو با مذاکره باید تمومش کنم. این یه جنگه و شوخی هم نداره. بسیار سپاسگزارم آقای محمد جورجندی، کارشناس جرائم سایبری، که در این برنامه صفحه آخر شرکت کردید. مرسی.